مناسبت 10,000 تایی شدن کانالمون. آقا من الان سورپرایز شدم، داشتم ویدیوی 10,000 تایی شدن کانال رو ادیت میکردم، اینجا خونه پدر مادر هستیم، بعد دیگه یه دفعه دیدم که مادرم زحمت کشتن یه کیک درست کردم به مناسبت همین 10,000 تایی شدن، واقعا دستشون درد نکنه و حسابی سورپرایز شدیم. حالا الان فایلش دارم تو یوتیوب، شاید الان اصلا کنسل کنم و دوباره اینو بذارم تای ویدیو که شما ببینین. خلاصه حس خیلی خوبیه، واقعا عالیه و همتون رو دوست دارم. دست خانواده عزیزم درد نکنه، خیلی ممنون. بچه ها تبریک میگم و یه سلام گرم میکنیم به شما عزیزانی که بودید این ویدیو رو میبینید. اگر در آلمان هستید، امروز ارست ادونت هست و یک روز به خصوصی که میخوایم تو این ویدیو توضیح بدیم. اگر در ایران هستید، امروز 9/9/99 هستش، یک تاریخ رون در 10 سال گذشته هجری شمسی. ما امروز تصمیم گرفتیم ویدیو رو ضبط کنیم و میخوایم راجع به 4 تا موضوع با شما عزیزان صحبت کنیم. اولیش همینه که آقا اصلا ارست ادونت و کلن داستان ادونت تو آلمان چیه؟ دومیش راجع به همین تاریخ شمسی هستش و اتفاقی که در مدرسه شما افتاده قبلا که میخوای تعریف کنیم. و موضوع بعدی یک اتفاق بسیار جالب و قشنگ بود که توی پیج اینستاگرام آب دی جرمنی افتاد همین آخر هفته. و موضوع آخر هم میخوایم بگیم که به مناسبت این 10,000 تایی شدن کانال یوتیوبمون، ما میخوایم یه ویدیو یه هفته دیگه ضبط کنیم و میخوایم نویدش رو تو این ویدیو بهتون بگیم و میخوایم ازتون یه چند تا سوال بپرسیم که بعداً اون ویدیو رو بر اساس این سوال و جوابا درست بکنیم. آقا قضیه ادونت رو باید با این شمع و با این کبریت های این شکلی، ای بابا تو کبریتون روشن نمیشه، خلاصه باید با این کبریت ها براتون تعریف کرد. حالا من یه کبریت دیگه برم دارم، امیدوارم که این کلیک روشن شه، فکرم زده نم داشته باشه این کلیک. خلاصه قضیه اینا اینه که بچه ها 4 تا یک شنبه قبل از کریسمس رو تصور کنید. این 4 تا یک شنبه قبل از کریسمس که همون واینختن بهش میگن، در واقع بهش میگن ادونت، یعنی ارست ادونت، ادونت اول، دوم، سوم و ادونت چهارم. خب امروز یک شنبه، در واقع چهارمین یک شنبه قبل از کریسمس هست، پس امروز اولین ادونت هست، ارست ادونت. معمولا هم 4 تا شمع مثلا تزیین شده با برگ‌های درخت کاج، یه دم میگن که شبیه تاجه، بعضی ها میگن مثلا تاج هستش. اینه حالا من فقط میخوام چیزی که در واقع این که چجوری این حساب میشه رو بهتون بگم و معنیش رو که خودم مثلا تو ویکی‌پدیای فارسی من سرچ کردم، ترجمه کرده بودن جشن ظهور مسیحیت. توی آلمانی هم گفتن ادونت از کلمه انکونفت میاد، انکونفت معنی ظهوره، ورود میده. مثلا توی حالا زبان خودمون مثلا میگن این اتوبوس قطار مثلا ساعت انکونفتش این موقع است و ساعت ابفارتش اون موقع است، یعنی ساعت وقتی که میرسه ورودش این میشه و اون این ابفارت هم میشه. حالا این لغت رو گفتم بخاطر اینکه بچه ها میگن لغت ها اینجوری بود، بگید که تو ذهن آدم قلاب بکنه و بمونه. خلاصه این به معنای در واقع ورود میشه. خب حالا چجوری محاسبه کنیم که از کی ادونت ها شروع میشن؟ به خاطر اینکه ممکنه ما وقتی میگیم 4 تا یک شنبه قبلی، ممکن اصلا خود واینختن بیفته توی یه شنبه. این بعد خود من سوال پیش اومد، رفتم سرچ کردم، دیدم که اگر روز 24م بیفته روز یک شنبه، همون 24م که ما بهش میگیم هایلیگه، آره ادونت حساب میشه. خیلی بخونم جالب بود. واینختن با ادونت تو یه روز میشه؟ نه دیگه، وقتی میگن واینختن منظورشون 25مه. برای ما که میگیم خب مثلا کریسمس و تعطیلات و اینا، از همون 24م فکر میکنیم که کریسمس مثلا 24 دسامبر، پس یعنی آره اون خودش 24 دسامبر خودش ادونت حساب میشه. آها. اما 25م اگر بیفته یک شنبه دیگه ادونت حساب نمیشه. حالا من کجا ادونت میشه؟ نه دیگه، همیشه 4 تا ادونت داریم ما، همیشه 4 تا یه شنبه آخر قبل از 25م ادونت حساب میشه. یعنی اگه 24م بیفته روز یک شنبه هم حتی روز 24م میشه فیت ادونت، میشه ادونت 4. و من برام جالب بود، رفتم توی تقویم سالهای دیگر نگاه کردم، مثلا سال 2023 این اتفاق فکر میکنم میفته که روز 24م دسامبر میشه 4م ادونت. و خب همینجوری دوباره 3 تا هفته قبلش هم یک شنبه هاش میشه دریته، یعنی سوم، زویته، دوم یا ارست ادونت که اول، همینی که ما شمعش روشن کردیم. خلاصه
این از ادونت بود. حالا چند روزم قبل از این مردم شروع میکنن خونه هاشون رو چراغونی میکنن، شبا شما میتونید پیاده روی کنید مثلا تو خیابونا ببینید خیلی قشنگه، هوا هم که حسابی زمستونی شده و خلاصه آره. سرد شده. پیاده روی در اطراف خونه تون هم خیلی میتونه جذاب باشه، چون میبینید همسایه هاتون کوچه‌های اینوری اونوری خیابونای اطرافتون چه شکلی بازو خونه‌شون رو تزیین کردن. ما این کاری کردیم، ما این کاری سعی میکنیم، ما مثلا اینجا چراغ اینجا میزنیم آره. بعضی وقتا دور درخت کاجمون رو چراغ میزنیم، قشنگه. این از موضوع ادونت بود. میخوایم بریم راجع به موضوع دوم صحبت کنیم. موضوع دوم مربوط به شما میشه دیگه، کلشو خودت شروع کن تعریف کن، خیلی داستان جالبیه و برای خود من خیلی جذاب بود. خلاصه امروز 9/9/1399 در آذر ماه هستیم. میخوام یه داستان جالب براتون تعریف بکنم. 10 سال پیش من سوم دبیرستان بودم، من رشته انسانی درس خوندم، مبصر بچه‌ها بودم، حالا با هم خیلی دوست بودیم همگی و اینا. خوب ها بد ها هم می نوشتی رو تخته؟ نه دیگه، بزرگ شده بود. دوره‌ای که من بودم ایران، چون من تا دوم راهنمایی ایران بودم اون موقع می نوشتی، اون موقع دیگه بزرگ شده بودی دیگه. آره نه دیگه، اون موقع واقعا من خیلی با بچه ها را می اومدم. و یادم پنجشنبه 7 آبان سال 88 بود، رفتم پای تخته نوشتم، چون موقع پنجشنبه ها بعد می رفتم مدرسه، الان تعطیل شده تو ایران مدارس. رو تخته نوشتم 8/8/88، بعد گفتم بچه ها فردا 8/8/88 و تولد امام رضا بود. خیلی جالب بود. رو تخته این عدد یعنی این تاریخ رو نوشتم، گفتم بچه ها 10 سال دیگه چه تاریخی این شکلی میشه؟ میشه 9/9/99 ساعت 9 صبح هر کسی که بتونه بیاد دم مدرسه. خلاصه گذشت، هر کسی رفت سر زندگی خودش، از خیلی ها خبر ندارم، با چند نفر دوستم الان. چند روز پیش دوباره یادم افتاد آقا این همون روزیه که 10 سال پیش من دوست داشتم همدیگر رو ببینیم و قرار گذاشته بودیم و منم عزمم رو جذب کردم، با چند نفر که در ارتباط بودم شروع کردیم همدیگر رو پیدا کردن. این یکی به اون یکی خبر میداد، یکی با یکی دیگه ارتباط داشت، دیگه از 28 نفر کلاس ما 19 نفر رو پیدا کردیم و امروز 9 صبح میخواستیم که این اتفاق رو با هم دیگه حالا جشنم که نه همجور دیدار بکنیم به صورت آنلاین. آره آنلاین. آره یادم رفت بهتون بگم الان خب کرونا هست دیگه، منم این ورم، چند تا از بچه های دیگه هم نیستن، شهرهای دیگه جای دیگه رفتن زندگی میکنه، اصلا مهیا نبود که دم مدرسه این قرار گذاشته بشه. به خاطر همین از این اپلیکیشن های جدید امروز استفاده کردیم، از طریق اسکایپ یه کانالی یعنی یه گروهی درست کردیم که امروز 9 صبح با هم دیگه دیدار بکنیم. ولی به خاطر اینکه بچه های زر برشون 9 صبح سخت بود، کار داشتن و اینا، قرار شد 9 شب. الان چند ساعت دیگه مونده؟ الان فکر کنم 5 ساعت دیگه میشه ساعت 9 شب. 9 به وقت ایران دیگه. خیلی همه دوستامون تو گروهی که حالا تشکیل دادیم همه هیجان دارن که حالا همدیگه رو ببینیم. بعد حالا خیلی جالبه که شروع کردیم به نوشتن سوالا از همدیگه که امشب یادمون نره چی میخوایم از کی بپرسیم، چی شده، مثلا یکی از خودمون بگیم، از روزگارامون بگیم که چی شد، چه اتفاقاتی برامون افتاد. خلاصه اینم از امروز جذاب زندگی ما. خیلی هیجان انگیزه، منم خیلی هیجانم با اینکه اصلا من هیچ کدومشون نمیشناسم ولی خب برخوردم خیلی جالبه. آره حالا یه چیزی من میخوام بهتون بگم، این 9/9/1999 حالا تاریخ خیلی خاصی نیست، فقط اینو به نظرم یادآور به ما میشه که آقا این لحظه های الانمون همین جوری با ارزشن. دقیقا همین الان یه دقیقه بعد دیگه تکرار نمیشن دیگه. به خاطر همین این یه تلنگره به نظرم که بیشتر حواسمون باشه که تو لحظه و تو آن زندگی بکنیم. همین چایی که با هم دیگه میخوریم، من یه ذره دیگه چایی میشه با هم بریزیم دست در نکنه تا موضوع بعدیمون رو من بگم. موضوع سومی که امروز می‌خوایم راجبش صحبت کنیم بچه‌ها مربوط میشه به پیج آبدی جرمنی. توی پیج آبدی جرمنی اتفاق جالبی افتاد. من یک باکسی میذارم روزای پنجشنبه شب که بچه‌ها بیان سوالاشونو بپرسن، سوالا رو روز بعدش جواب میدم. یه نفر پرسیده بود که آقا این کانال یوتیوبتون رو قراره تا کی ادامه بدید؟ که من گفتم که خب تا احتمالاً 2-3 ماه آینده 100%
ادامه میدیم. اما به خاطر اینکه این تولید ویدیو خیلی زمان بر هستش و خب در هفته تقریبا به صورت فول تایم زمان میگیره، باید ببینیم که یعنی در واقع به خاطر زمان بر بودنش خیلی هم پر هزینه میشه و باید ببینیم که مثلا این زمان و هزینه رو چجوری میخوایم مدیریت کنیم، اگر که مثلا اسپانسر یا حامی پیدا بکنیم این کار انجام میدیم و همین. این استوریشو من گذاشتم روز جمعه عصر بود فکر میکنم، بعد مهمون اومد خونمون راجع به این موضوع صحبت کردیم که گفتن که آقا خیلی امیدوار نبودن دوستامون که مهمونمون بودن و گفتن که آقا کسی مثلا به چیزای فرهنگی آموزشی خیلی بها نمیده، خیلی مردم براشون مهم نیست. من گفتم اتفاقا برعکسش فکر میکنم، مثال گفتم ویدیوهایی که درست میکنیم، کامنتایی که دوستان مینویسن و گفتم خیلی آدما هستن که اتفاقا دغدغه فرهنگ و آموزشو دارن و من خوشبینم. یه اتفاقی افتاد، همون موقع داشتم نگاه میکردم دایرکتورو و دیدم یه نفر یک عکس واریز پول برای ما فرستاده و سه تا پیام صوتی که با خودم گفتم احتمالا مثلا برای یه کاری، برای مشاوره یه چیزیه و بعدن هم مثلا نوشته میخوان بگن که خب مثلا ساعت فلان برای من راحت تر و اینا. دیگه پیام ها رو گوش ندادم، گذشت. بعدش پیام ها رو گوش دادم و خیلی برام جالب بود و واقعا باید بگم سورپرایز شدم، اصلا فکرشو نمی‌کردم و یه جورایی هم میگم همزمان شد این داستان با همین 10000 تایی شدن کانال و خیلی امید بخش بود این اتفاق. من میخوام این پیام ها رو برای شما پخش کنم که شما خودتون بشنوید. البته از این دوستی که برلین هم زندگی میکنم پرسیدم، گفتم اجازه میدی که صداشو پخش کنم، گفتن هیچ مشکلی نداره و گفتم این حس خوب با شما به اشتراک بذارم. آقای عابدی سلام، وقت شما بخیر. من استوری شما رو دیدم، کاملا شما حق دارید، به نظر من کاملا حرف درستیه. به خاطر این ویدئویی که شما قبلا درست کرده بودید به خاطر تصادف و اینکه باید چه کاری آدم انجام بده و در واقع به خاطر رشوتس فزیشون که من تا قبل از اون اصلا نداشتم و فکرش هم نبودم و فکر می‌کردم شاید چیز خوبی نباشه، من باعث شد که رشوتس فزیشون داشته باشم، پیگیرش باشم، بگیرم بیمه‌شو و همین که میدونم که موقع تصادف به چه چیزایی باید توجه بکنم و اگه اتفاقی افتاد چه کار باید انجام بدم. و به نظر من ویدئویی که شما درست کرده بودید خیلی ارزشمند بود به خاطر این کار قشنگی برای تولید محتوای قشنگی که انجام دادید. مبلغ خیلی ناقابل 50 یورو براتون واریز کردم، امیدوارم که کمک خیلی خیلی کوچیکی، البته اگه بقیه هم کمک کنن قطعا یه کمکی میشه برای حالا موارد بیشتر و مواردی که آدم بیشتر ممکنه نیاز داشته باشه. این موضوع قطعا من مطمئنم که دونستنش برای من باعث میشه که در آینده جلوی خیلی از ضررها و خسارات خیلی زیادی رو از من بگیره. من ممنونم ازتون، لطف کردید، ممنونم که این موضوع رو اصلا استوری کردید و گفتید که با این موضوع اصلا خودتون موافقید. من شاید اصلا به این موضوع فکر نکرده بودم. شب خوبی داشته باشید، من بازم ممنونم ازتون. خب همینجا جا داره که از این دوست عزیز تشکر بکنیم، واقعا دستون درد نکنه و چیزی که خیلی خیلی با ارزشه این دغدغه شماست و این درک شما و این علاقه شما به فرهنگ و آموزش. من فکر میکنم این حوزه‌ای هستش که هرچی بیشتر روش کار بکنیم برای جامعهمون، برای وضع خودمون و حال خودمون بهتر هستش. همینجا ازت تشکر میکنم و بحث تشکر شد، میریم با جای موضوع بعدی، 10000 تایی شدن کانال یوتیوب. آره واقعا مرسی از این که تا الان همراهمون بودین. اول از همه از خدا تشکر میکنیم که به کمک کرد بتونیم این کار انجام بدیم و همچنین همراهی شما، خیلی ممنونیم. امیدوارم که در ادامه قلب در ادامه ویدیوهای بهتری که شما دوست داشته باشیم براتون بسازیم. و یه چیز جالب این سری میخوایم بهتون قرار گذاشته بودیم با خودمون که به 10000 تایی رسیدیم این کار انجام بدیم. هفته دیگه ما میخوایم یه ویدیو براتون درست بکنیم، ویدیو جذابیه چون میخوایم بیشتر راجع به خودمون بهتون بگیم و لطفاً سوالهایی که دارین رو زیر همین ویدیو کامنت بذارین، ما پاسخ میدیم اونایی که امکانش باشه رو و فکر کنم براتون جالب باشه بیشتر از ما بدونید. خیلی وقتا بچه ها سوال میپرسن من خب هیچ وقت میگم اون ویدیو رو درست نکردیم چون بعد خودم گفته بودم که آقا صبر کنیم تا 10000 تایی بشیم بعد این ویدیو رو درست بکنیم. به عنوان یه چالنج بود، اگه زودتر 10000 تایی شده بودیم حتما اون ویدیو رو زودتر درست میکردیم. سوالایی که به ذهنتون میرسه دوست دارید از ما بدونید رو بنویسید، خودمونم یه توضیحی
در واقع خودمون, میدیم که اینجوری بیشتر با هم دیگه آشنا بشیم. بعد یه نوید دیگه هم میتونم بهتون بگم. یه چالش دیگه هم که من میخواستم ده ذاتایی شدیم بذارم گذاشتن لایف بود، یعنی لایف توی یوتیوب. ما الان توی اینستاگرام هر هفته لایف داریم و سیستمش خیلی بهتره چون افراد میتونن به صورت ویدیویی بیان صحبت بکنن. لایو یوتیوب یه خود متفاوته، افراد فقط میتونن چت بکنن، اما اونم برنامه داریم براتون در آینده، حالا هر از چند وقتی اگه بشه براتون از اون لایوام بذاریم. کسایی که حالا اصلا اینستاگرام ندارن فقط تو یوتیوب هستن، اونم کار باحالیه، اونم کار جالبی میشه. خیلی خوشحالیم که همراهمونید. خلاصه بریم تا هفته بعد ببینیم ویدیو چی میشه. و بچه ها این ویدیو هم تنها ویدیویی هستش که حالا میگم تنها شوخیه، ولی یکی از تنها ویدیوهایی هستش که واقعا توش نمیگیم که ما رو سابسکرایب بکنید، چون تو این ویدیو دیگه هر کسی که الان داره ویدیو میبینه ما رو سابسکرایب داره و با همین شماها شدیم 10000 تایی. بچهای عزیز بازم دستتون درد نکنه، خیلی دوستتون داریم، مراقب خودتون باشین. تا بعد، خدا نگهدار. خدا حافظ.